سلام عزیزان دل، شما را خوش آمدید میگم به یک دیگر از برنامه های روان که شما بیننده و شنونده هستید از طریق تلویزیون سبا و رادیو نوا. امید که صحت مند و سرحال باشین. دوستای عزیزم، هایت به حال در اطرافتان افراد را دیده اید که بیش از حد غذا میخورن و خیلی میل به غذا خوردن دارن و بیشتر از 30 وعده غذایی اینها غذا صرف میکنن، اصلا کنترل در غذا خوردنشون ندارن و ممکن است اینها خیلی استرس، تشویش و استراب داشته باشن. در عین حالی که اینها خیلی میل به غذا خوردن دارن، اینها تشویش میکنن که مبادا اضافه وزن بگیرن و یا چاق شوند. دوستای عزیزم، آیا تا به حال فکر کرده اید که دلیل این همه چی است؟ این همه رفتارهای عادی میتواند چی عوامل داشته باشد؟ این همه وقت اتفاق میافتد که این فرد به اختلال پرخوری عصبی و یا بولیمیا گرفتار باشد. پس اگر میخواهید در مورد اختلال پرخوری عصبی معلومات کافی دریافت کنید، تا آخرین دقایق برنامه با ما همراه باشید. پرخوری عصبی چیست؟ پرخوری عصبی یا بولیمیا یک نوع اختلال غذا خوردن مهم و حتی تهدید کننده زندگی است و افرادی که مبتلا به اختلال پرخوری عصبی و یا بولیمیا هستند، کنترل در غذا خوردنشان را از دست می‌دهند و بیش از حد معمول غذا نوشجان می‌کنند. و وقتی که اینها بیش از حد معمول و به صورت اضافی غذا نوشجان می‌کنند، کوشش می‌کنند با روش‌های مختلف غذاهای اضافی را که نوشجان کردند دفع بکنند. اینها کوشش می‌کنند با استفراغ کردن و یا ایجاد استفراغ عمدی نزدشان، میخواین که غذاهای اضافی را از بدنشان دور کنن و یا خارج کنن. و همچنان اینها کوشش میکنن که از مکمل ها و یا داروهای کاهش وزن نیز به مقدار زیاد استفاده کنن و از داروهای ادرارآور نیز استفاده میکنن. این افراد در عین حالی که خیلی غذا نوشجان میکنن، در عین حال خیلی استراب، استرس و تشویش دارن از اینکه مبادا چاق شون و اضافه وزن بگیرن. و همچنان به خاطر ای که اضافه وزن نگیرن، از رژیم های بسیار سختگیرانه استفاده میکنن که این رژیم های سختگیرانه بعدا باعث وجود آمدن خیلی از مشکلات روانی دیگر در بدن اینها شده میتواند. دوستای عزیزم، حالا چه خوب است که نظریات دکتر صاحب ولید حسین خیل رو نیست در مورد بیننده و شنونده باشیم. در ادامه با ما باشید. پرخوری عصبی یک نوع ایتینگ دیساردر است یا از اختلال خوراکی است که به نام بولیمیا یاد میکنه. بولیمیا مریضایی میباشند که بنج ایتینگ میکنن یا خوراک دفعتن بسیار زیاد خوراک میکنن و وقتی که احساس ناراحتی میکنن و یا اندیز ومیتینگ میکنن یا پس دوباره کوشش میکنن که خودشان پس خود با انگشت خود یا کنندوی میخورن که پس دوباره استفراغ کنن. اینو به نام بولیمیا یاد میکنن. اکثرا این مریضی ها در جامعه ما هیچ مریضی حساب نمیشه. پرخوری فکر کنم که مشکلات خوراکی را زیاد از افراد جامعه دارن و هیچ یا آماده نیستن که یا مشکل عصبی دارن یا نمیدانن یا آماده نیستن. هر انسانی که استرس پیدا میکنه، یک مشکل روانی پیدا میکنن یا باز در خوراکشون تغییرات میان، پرخوری میکنن بیش از حد، خوراک زیاد میکنن، باز بعد از خوراک یا چی میکنن خود استفراغ میتن یا اندوز بیمیتنگ میکنن و ای زیادتر در کسایی میباشن که استرس زیاد دارن یا مشکلات روانیشون بیشتر میشه، خودشان ناگاهانه خوراکشان تغییر میکنن. و بعض وقتا این مریضی ها کسایی که اندوز بیمیتنگ میکنن کسایی میباشن که در مشکلات جسمی هم پیدا میکنن، اکثرا دندانشان سیاه میباشه، مشکلات معده پیدا میکنن، بعض مواد الکترولایت ها در وجودشان کم میشه، وقتی خود استفراغ کردن وجود ضعیف میکنن. یکی از دلایلش هرسی هم شده میتونه. از یک نفر از مثلا پدرش خوراک منظم نداره یا مادرش منظم خوراک نداشته و این انتقال میکنه به نسل آینده و این شخص باز ناخودآگاه به این مشکل مبتلا شده میتونه. و این مشکل اکثر مریضا وزنشان زیاد میباشن یا برعکس وزنشان خیلی کم میشه وقتی خود استفراغ کردن، وقتی که بعد از خوراک خود استفراغ میکنن وجودشان ضعیف میشه و خسته میباشن و بعضشان به مشکلات قلبی دچار میشن بخاطر پتاسیم، وقتی که از وجود خارج میشه به قسم استفراغ مشکلات قلبی پیدا میکنن. بولیمیا اکثرا در مردا میباشه، مردا خوراک بیش از حد میکنن و کسایی که زیادتر استرس دارن در طفولیت زیادتر مشکلات طفولیت سپری کردن در او افراد زیادتر میباشه و این بولیمیا منشأ میگیره پس به شخصیت خود انسان. بعض انسان ها هستن شخصیت بسیار خشن دارن، اگریسیو هستن
و این امکان داره که داینده برشان یک نوع مشکل خوراکی پیدا شود. سنین در جوان ها زیادتر می باشند و اختلالات خود امی بولیمیا شکر بالا میتونه که شود، چربی بیش از حد وجود میشه، چربی جگر شده میتونه. این به نام بنج ایتینگ هم میگن. کسایی که دفتن خوراک میبینن سرش حملاور میشن و اینقدر میخورن خوراک میکنن که باز پس ناراحت احساس میکنن یا خودشان احساس گناهکار خود احساس میکنن که من یک خوراک کردم پس بر من یک مشکل ممکن داره که پیدا شه. و در اون خاطر چند نقباد یا 10-15 نقباد میرن و خود استفراغ میتن. بیننده های عزیز، نظریات دکتر صاحب ولید حسین خیل را نیز بیننده و شنونده بودیم و تا این دم یک مقدار معلومات بیشتری در مورد اختلال پرخوری عصبی و یا بولیمیا دریافت کردید. دوستان عزیزم، حالا چه خوب است که یک بسته معلوماتی را که ما آماده کردیم در مورد اینکه چی عوامل باعث وجود آمدن این اختلال می شود را نیز بیننده و شنونده باشیم. عوامل خطر در مورد پرخوری عصبی. زنان بیش از مردان مستعد ابتلا به پرخوری عصبی هستند. پرخوری عصبی اغلب در اواخر دوره نوجوانی یا اوایل بزرگسالی بروز پیدا می کند. عواملی که خطر ابتلا به پرخوری عصبی را در فرد افزایش می دهد عبارتند از عوامل زیست شناسی، بستگان درجه یک، خواهر و برادران یا والدین و فرزندان که دارای یک اختلال خورد و خوراک هستند، احتمال زیادی دارد که به یک اختلال خورد و خوراک مبتلا شود. این مورد می تواند به نقش عوامل ژنتیکی ارتباط داشته باشد. اضافه وزن در کودکی یا نوجوانی هم می تواند اختلال ابتلا به پرخوری عصبی را افزایش دهد. مسائل روانشناختی و عاطفی. مشکلات روانشناختی و عاطفی مانند افسردگی، اختلال‌های استرابی یا اختلال‌های سوی مصرف مواد ارتباط نزدیک به اختلال‌های خورد و خوراک دارد. افراد مبتلا به پرخوری عصبی ممکن است نسبت به خود احساس منفی داشته باشد. در برخی موارد رویدادهای آسیبزا و استرس‌های محیطی هم نقش مهمی ایفا می‌کند. رژیم غذایی. احتمال بروز اختلال های خورد و خوراک در کسانی که رژیم می گیرند بیش از سایرین است. بسیار از مبتلایان به پرخوری عصبی بین دوره های پرخوری خود به شدت پرهیز غذایی می کند که همین می تواند منجر به پرخوری دوباره و دفع عمدی غذا شود. بیننده های عزیز، بسته معلوماتی را که آماده کرده بودیم با هم بیننده و شنونده بودیم و ای را فهمیدیم که اختلال های چون اختلال استراب، استرس، تشویش می تواند باعث وجود آمدن این اختلال شود و همچنان سوی مصرف مواد مخدر و الکل نیز باعث وجود آمدن این اختلال می شود و ای را فهمیدیم که این افراد همیشه تصورات منفی نسبت به خودشان دارند و خیلی نگران تناسب اندامشان هستند. دوستای عزیزم، حالا چه خوب است که نظریات روان شناس خدیجه امتیار رو نیز در مورد بیننده و شنونده باشیم. در ادامه با ما باشید. پرشته های عصبی یک اختلال روانی است که در او فرد رفتارهای تکراری و وسواسی گونه مصرف غذا را دارند. یعنی افراد بیش از حد غذا مصرف میکنن و یک ترس بسیار شدید هم از این دارن که ما بعد وزنشون زیاد شوه یا اضافه وزن بگیرن. از این خاطر هر بار که غذا را مصرف میکنن بعد از مصرف غذا رفتارهای جبرانی نامناسب را به خاطر این دارن که ما بعد غذا جذب بدنشون شوه یا همینا را چاق بسازن. افرادی که دچار پرشته های عصبی هستن بعد از مصرف غذا ورزش های بسیار سخت و سنگین را انجام میدن، گاهی اوقات از بعض داروها استفاده میکنن تا اینکه غذا جذب بدنشون نشه. گاهی هم حالتای تهوع رو به خود با وجود میارن که مبادا غذا اینا رو چاق بسازه. اکثر مواد غذایی هم که این افراد مصرف میکنن بیشتر مواد است که چربی داره و یا هم قندش بیشتره. این غذاها رو به دلیل این بیشتر مصرف میکنن که استفادهشان آسان است، در دسترسشان است، زود آماده میشه و زود هم میتونن استفادهشان کنن. افرادی که دچار پرشته های عصبی هستند گاهی اوقات رفتارهایی را انجام میدن که خطرساز است، مثلا ورزش های بسیار سخت و سنگین یا هم با وجود آوردن حالت های تهوع. یک فردی که دچار پرشته های عصبی است یک زندگی نرمال را نداره، همیشه در تشویشی است که مبادا زیاد چاق شوم یا لاغر شدم یا یک مشکل دیگه پیدا کردم.
هر رفتار نامناسب را که به خاطر لاغر کردن خود میخواین روی دست بگیرن یا هم استفاده کنن، او رفتارها میتونه سلامتی جسمی و روانی افراد در خطر بندازه. برشته های عصبی میتونه عامل ژنتیکی هم داشته باشه. افراد که در خانوادهشان کس سابقه چنین اختلال را داشته یا خودشان داشتن، امکانی که به طفل هایشان هم اختلال انتقال بدن در اونا بیشتر هست. گاهی اوقات هم برشته های عصبی به دلیل کمبود بعض مواد از در بدن، مثلا آهن. گاهی اوقات هم افسردگی باعث برشته های عصبی میشه. در بعض افراد هم برشته هایی به دلیل انتظارات جامعه است، مثلا در جامعه بعض افراد که چاق هستند و یا هم لاغر هستند. در بعض جوامع افراد که چاق هستند جذابیت بیشتر دارند. در بعض جوامع افراد که لاغر هستند اینا جذابیت بیشتر دارند. افراد هم به دلیل از اینکه اجتماع چی را میپسند و چی را قبول میکنه و چی را دوست داره، اینا اندام خود میخواین جور کنن و از این خاطر این عامل روی اشتهای افراد تاثیر میکنه و برنامه غذایی خود مطابق او عیار میسازند. افرادی که دچار برشته های عصبی هستند، اینا افراد هستند که خجالتی و از عزت نفس پایین برخوردار هستند. از این خاطر بیشتر تحت تاثیر نظریات یا اعتقادات دیگران میرن. فرق نمیکنه که اون نظریات یا هم اون چیزهایی که گفته میشه از طرف رسانه باشه، از طرف مردم عام باشه و یا هر کس دیگه. هر قدر که یک فرد اعتماد به نفس پایین داشته باشه، عزت نفس پایین داشته باشه، بیش از اندازه به مسائل اندام و وزن و این مسائل میپیچه، روی غذاها زیاد توجه میکنه. اما در اصل باید بگیم که بله، اینا هم کدامشون تاثیرگذار هستند. البته بالای او افرادی که عزت نفس پایین دارن و اعتماد به نفس پایین دارن. اگر عزت نفس ما درست باشه، اعتماد به نفس ما درست باشه، در خانواده خوبتر با ما برخورد شوه، خصوصا در دوره طفولیت کدام مشکل خاص را نمیتونه با وجود بیاره و جذابیت همیش در ظاهر یک انسان خلاصه نمیشه. مثلا ما میتونیم یک شخصیت زیبا داشته باشیم، ما میتونیم روی مسائل دیگه زندگی ما کار کنیم تا اینکه از اون طریق ما جذابیت به دست بیاریم، نه اینکه یک اندامی که هر کس به نحو خاص خودش او را تعریف کنه یا او را جذاب بدانه یا هم ندانه. بیننده های عزیز، نظریات روانشناس خدیجه امتیار را نیز بیننده و شنونده بودیم و ایره می فهمیم که تا این دم یک مقدار معلومات در مورد پرخوری عصبی و یا بولیمیا حاصل کرده اید و یک مقدار سوالاتتان حل شده. پس اگر می خواهید که بیشتر سوالاتتان حل شود و بیشتر در مورد بولیمیا یا پرخوری عصبی معلومات حاصل کنید، بعد از یک وقفه کوتاه دوباره برنامه روان را بیننده و شنونده باشید. دوستای عزیزم، در قسمت از برنامه میخوایم روی این صحبت کنم. افراد که مبتلا به اختلال بولیمیا و یا پرخوری عصبی هستند، چه عوارض جانبی میتواند این مریضی بالای این افراد وارد کند؟ از جمله عوارض جانبی بولیمیا و یا پرخوری عصبی میتواند اعتماد به نفس منفی و یا پایین باشد. ممکن است نزد این افراد اعتماد به نفس بسیار منفی و بسیار پایین ایجاد شود و همچنان ممکن است این افراد در برقراری روابط اجتماعیشان خیلی با مشکلات زیاد مواجه شوند. و از جمله عوارض دیگر این بیماری میتواند کم آبی باشد، که خود این کم آبی در بدن انسان ها و یا در بدن این گونه مریض ها و یا بیمار ها ممکن است سبب به وجود آمدن مشکلات زیاد در دیگر اعضای بدن شود، مثلا مشکلات کلیه. و همچنان اینها در ضربان قلبشون مشکل پیدا می شود، ضربان قلب اینها بسیار نامنظم می شود و ممکن است که این افراد به پوسیدگی شدید دندان مبتلا شوند. دندان های اینا به شدت و به بسیار صورت زیادش پوسیده می شوند و همچنان لثه های اینها آسیب می بینند. و در خانم ها ممکن است که دوره نامنظم قاعدگی ایجاد شود و همون نظمی که قاعدگی می داشته باشد مختل شود و در سیستم گوارشی ممکن است مشکلات ایجاد شود و اختلال استراب، استرس، تشویش همچنان می تواند از جمله عوارض این اختلال باشد. و استفاده سوی مصرف از مواد مخدر، الکل و افکار خودکشی گرایانه، افکار خود آزارانه و بالاخره از جمله عوارض بسیار بارز این اختلال و اختلال بولیمیا بوده میتواند. دوستای عزیزم، حالا چه خوب است که نظریات مردم را نیز با هم بیننده و شنونده باشیم. در ادامه با ما باشید. خودم شخصا با اشخاصی روبرو شدیم که بسیار پرخوری میکنن، زیاد میخورن، بعد از پرخوریشان تشویش میداشته باشن که چاق نشن و ورزش سنگین میکنن، کارهای سنگین میکنن که تا اینکه لاغر شون، یعنی چاق نشون، بعد از این بسیار تشویش میداشته باشن از چاق شدن.
اشخاص را دیدیم که زیاد پرخوری میکنن، از اینکه زیاد میخورن بود بر تشویش ما همچنان میباشن، به خاطر از اینکه میگن وزن ما زیاد میشه و از ورزش های سنگین را همچنان انجام میدن. بیننده های عزیز، نظریات مردم رو نیز با هم بیننده و شنونده بودیم. حالا قصه یک از هموطنان عزیزمون را که به بولیمیا یا پرخوری عصبی دوچار بود و چه مشکلات را به خاطر این اختلال متحمل شد و بالاخره چگونه توانست با این اختلال مبارزه کند را نیز با هم بیننده و شنونده می باشیم. نام من امید است. ما یک مدت میشه که بسیار پرخور شدم. امید سر میز میشیم. غذا او قضیات مخروم که بعد از او دیگر آمار متوجه نه که تو خیلی زیاد مخوری. وقتی که ما به خود خماییم که خیلی زیاد غذا خوردم بیش از حد، بعد از او در فکر رزیم افتم چی کار کنم مایل. او زمان مجبور میشم که به زور یا استفراغ کنم یا برم گلی بخورم، گلی کاهش وزن. و ورزش بسیار سخت هم میکنم که چی کار کنم، امزی خاطر بخید نگرانیم. این امی رقم مرزی نصیب از مشتد. ما پیش یک روانشناس رفتم. روانشناس چندین جلسه همراه از ما گرفت، بسیار صمیمی همراه صحبت میکرد و بسیار منطقی راه های را نشان داد و امیال ما نسبتا خوب شدم. امیال هم در حال تداوی هستم همراه روانشناس و او خیلی ما را کمک کرده. تقریبا 80% امیال ما خوب شدم. خودم که احساسم رو به خوبی هستم. بیننده های عزیز، قصه هموطن عزیزمون رو با هم بیننده و شنونده بودیم و فهمیدیم که این اختلال سبب باوجود آمدن کدام مشکلات در زندگی اجتماعی شده بود و چگونه توانست با این اختلال به کمک دوستان و حمایت فامیلش مبارزه کند. حالا ما هم چند پیام برای شما دارم. دوستای عزیزم، اگر فرزندتان مبتلا به این اختلال هستند، خود همیشه سرزنش نکنید و به جای سرزنش کوشش کنید که حمایت کنید اطفالتان را و یا فرزندانتان را و فکر نکنید که کمبود در تربیه شما بوده، چون اختلال بولیمیا یا پرخوری عصبی میتواند علل‌های مختلف داشته باشد و عللش نمیتواند تربیت شما باشد. پس کوشش کنید که همیشه حمایتش کنید. در قدم نخست کوشش کنید که برای فرزندتان بعضن برنامه ها را در نظر داشته باشید. از فرزندتان پرسان کنید که چی برنامه ای را روی دست بگیرید و با هم مشترک کار کنید. بعد اینکه فرزندتان غذا میخورد و با استرسی که بعد از غذا خوردن بیش از حد شون پیدا می شود، با فرزندتان یک جو شده مقابله کنید و همچنان کوشش کنید به فرزندتان ارزش بگذارین و برایش اجازه بدهید که احساسات خود را به صورت آزادانه ابراز کنند. و دوستای عزیزم، حالا یک بسته معلوماتی را آماده کردیم. بسته معلوماتی را نیز بیننده و شنونده می باشیم. در ادامه با ما باشید. سبک زندگی و درمان‌های خانگی برای درمان پرخوری عصبی. علاوه بر درمان‌های پزشکی و روانپزشکی، برخی نکات مراقبتی هم می‌تواند برای شخص مبتلا بر پرخوری عصبی مفید باشد. با برنامه درمانی خود پایبند باشید. جلسات درمانی را از دست ندهید یا سعی نکنید که برنامه غذایی خود را حتی اگر ناخوشایند هم باشد کنار بگذارید. کسب اطلاعات در مورد پرخوری عصبی. با دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد بیماری شما را توانمند می سازد تا با نحو موثرتر برنامه درمانی خود را پیگیری کنید. تغذیه مناسب. اگر تغذیه درست نداشته باشید یا اینکه مرتبا غذاها را دفع کنید، احتمالا بدن شما تمام مواد مغذی مورد نیاز خود را دریافت نمی کند. در مورد مکمل های غذایی و ویتامین ها هم باید با پزشک معالج خود یا یک متخصص تغذیه مشورت کنید. اما عموماً تامین اکثر مواد معدنی و ویتامین ها از خود مواد غذایی توصیه می شود. در تماس باشید. خود را از اعضای خانواده و دوستانی که می خواهند به سلامتی و بهبود شما کمک کنند جدا نکنید. با احتیاط ورزش کنید. در مورد فعالیت های بدنی که ممکن است برای شما مفید باشد، با پزشک معالج خود مشورت کنید. خصوصاً چنانچه تصمیم داشته باشید که پس از دوره‌های پرخوری خود وزن کم کنید.
بیننده های عزیز، بسته معلوماتی را که در مورد راه های حل و درمان این اختلال آماده کرده بودیم با هم بیننده و شنونده بودیم و ایره فهمیدیم که باید تغذیه مناسب داشته باشیم، متوجه ورزش کردن مان باشیم و ورزش بیش از حد نکنیم تا به صحت ما بیشتر ضرر برساند، و همچنان باید افراد که ما را کمک می کنند که ما با این اختلال مبارزه کنیم و همیشه خود را در مقابل ما مسئول می دانند، با آنها یک جا باشیم، نه اینکه خود از آنها جدا کنیم و همچنان با برنامه های درمانی ما پابند باشیم. دوستای عزیز، حالا چه خوب است که صحبت های پایانی دکتر صاحب ولید حسین خیل و روانشناس خدیجه امتیار را نیز در مورد چگونگی تشخیص و راه های حل و درمانی این بیماری را نیز بیننده و شنونده باشیم. این بیماران هم دارو درمانی دارن، برشان دوا میتیم که اشتهایشان کم کنن، که او بینج ایتینگ یا امو افراط نکنن در خوراک، و بعض وقتا امرایشان روان درمانی هم میکنیم، خصوصا در وقت خوراک، وقتی که میشینن باید هوش حواسشان آرام باشن تا که بدانن ما چی میخوریم و از خود آگاه باشن. وقتی که از خود آگاه باشن درست خوراک هم کرده میتونن. دارو میتونیم برشان، دواهایی هستن که اشتیاشان کم میسازن و اعصابشان آرام میکنن تا که خوراکشان درست شود. تداویشان هم 3 الی 6 ماه می باشه و در ضمن امرایشان روان درمانی هم میکنیم، صحبت میکنیم، خصوصا بعض وقتا برشان یک غذا را آماده میکنیم و ازشان خواهش میکنیم که از او غذا بخورن. وقتی که میخورن باز ما متوجهشان میشیم و او را متوجه میسازیم و چگونه خوراک کنن. درمانش هم بیشتر درمان شناختی رفتاری هست که گفتیم اینا از باورهای افراد سرچشمه میگیره. وقتی باورهایشان مشکل داشت، معلوم دار که در خود اشتباه میپالن و خودشان زیاد انتقاد میکنن، از این خاطر باید روی باورهایشان کار شود تا این باورهای اشتباهشان درست شود، اصلاح شود و در خوراکشان همچنان تغییر بیاید. بر علاوه که روی باورهای افراد کار میشه، بهتر است یک برنامه غذایی منظم و مشخص داشته باشن، از غذاهای استفاده کنن که اضافه وزن نگیرن، و یا هم اگر غذا را مصرف میکنن بیشتر روی فوایدش تاکید کنن تا این که وزنشان زیاد کنه یا کم. در پهلوش اگر ورزش میکنن یا یک فعالیت هایی را در پیش میگیرن که از اضافه وزن جلوگیری کنه برشان خوبتر خواهد بود، نه به یک بارگی که بیشتر از حد غذا مصرف کنن و بعد از او هم بخواین که این غذا در بدنشان جذب نشه یا هم سبب چاق شدنشان نشه. با تشکری از دکتر صاحب ولید حسین خیل و روانشناس خدیجه همتیار که همیشه در رساندن معلومات صحی با ما همکار بودند، دوستای عزیزم، این بود داشته های این برنامه که تقدیم شما عزیزان قرار گرفت. امیدوارم مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد و به معلومات صحی شما افزوده باشیم. شما می توانید در صفحات مجازی نیز ما را دنبال کنید، با چنل یوتیوب ما سر زده ویدیوهای ما را لایک کنید و چنل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید. دوستای عزیزم، اگر سوال، پیشنهاد و یا انتقاد دارید در صفحه فیسبوک ما می توانید با ما شریک نمایید. تا برنامه بعد که باسم با یک موضوع جدید دیگر در خدمت شما عزیزان قرار می گیرم، الله حافظ و نگهدارتان.